اما مثلا من دارم نمیدونم، مثلا من دارم دستم بنده، اوکی، بعد یه چیزی رو یه نفر میگه، میگه که این کار باید مثلا این شکل صورت میگه، من به بغل دستی میگم can you please write it for me، من الان دستم بنده نمیتونم، میشه برای من اینو بنویسی، این که این آقا میگه، این خانم میگه، اینو برای من یادداشت کنی، اوکی، پس میگم can you please write for me، یعنی من برای من، اوکی، نه که بفرست با آدرسم، برای من، برای منی که دستم بنده، برای من که نمیتونم. آها خب، I can sell it. Will you sell it for me? یا will you sell it to me? اینجا تفاوت داره، بازم مثل همونهای دیگه تفاوت داره، هر دو درست هست، ولی با توجه به جمله مقدماتی که من اینجا آوردم، تو خیلی از امتحانها یا همچین چیزهایی رو میدم و شما نگاه میکنیم که خب ما که میدونیم هم تو درست هم فور، ولی باید به جمله پیشین یا جمله پسینش نگاه کنیم ببینیم که کدوم شرایطه. ما توی شرایط این جمله داره شرایط رو میگه. این فرد که میگه آی، خودش رو آی خطاب میکنه، میگه می، اینجا هم خودش رو می خطاب میکنه. این فرد در ابتدا داره به شما یه مقدمه میده، میگه چی؟ میگه من نمیتونم بفروشمش. پس نمیگه من بخرم، به من بفروشش، نمیگه بفروشش به من، میگه بفروشش برای من، اوکی؟ من قدرت فروش اینو ندارم، میسپرمش به شما، میگم اینو برای من بفروشین، بفروشش، اوکی؟ نمیگم بفروشش بهم، چون مال خودمه، اگه میشه من مال چیزی که مال خودم رو بخرم. پس تو این شرایط اگر ما اون جمله رو نداشته باشیم، دو تا جمله درست داریم، اوکی؟ یعنی اگر اون نباشه شما میتونید بگید will you sell it to me، به من میفروشیش، یعنی من پولشو بدم بهم میدیش، یا میگم will you sell it for me، برای من میفروشیش، اوکی؟ یه چیز کاملا روشنه. اما به خاطر وجود شرایط که میگه من نمیتونم بفروشمش، یعنی این فرد صاحب اون جنس هست، به این ترتیب توی این مورد اشتباهه، ما نمیتونیم تو رو داشته باشیم. اگر اون جمله نبود، بله تو درست، اوکی؟ و اینجا she will send it to you tomorrow یا she will send it for you tomorrow، این هم مثل همون جمله بالایی هست، send یا post فرقی نمیکنه. حالا send میتونه از راه post باشه، میتونه از راه ایمیل باشه، از راه نمیدونم چیزای دیگه باشه، یه send دیگه باشه. به هر حال میگه که will you send it to، ببخشید she will send it to you، اون فردا اینو برات میفرسته، یعنی شما گیرنده هستید. she will send it for you tomorrow، فردا برای شما میفرسته، ولی این برای رو باید یه جور دیگه ترجمه کنیم، یعنی از جانب شما، برای شما که نتونستی این رو بری انجام بدی، برای شما اون کار شما رو انجام میده، اوکی؟ پس فرم یه معنی رو به جمله میده، تو یه معنی رو به جمله میده، هر دو هم میتونن درست باشن و هر دو میتونن اشتباه باشن، با توجه اینکه شرایط جمله چی هست. امیدوارم که با آموختن این نکته و یا مرور این نکته، اون چیزی که توی درس پیشین آموختیم، توی درس پیشین در رابطه با فعل‌هایی که نیاز به دو تا مفعول دارن، مطلب کامل شده باشه براتون و دیگه توی این قسمت به مشکلی بر نخورید. حالا اون درس رو اگر دیدید، توی اون درس فعل‌های بیشتری رو داشتیم، مثل give, lend نمیدونم buy و خیلی چیزهای دیگه، یه نگاه بندازید ببینید کدومی که از اون فعلا هست که میتونه هم با تو درست بشه جمله باشون بسازیم، هم با فور. بعضیاشون با تو فقط میشن، بعضیاشون با فور فقط میشن. نگاه که بکنیم میبینیم مثلا فعلی هست اصلا نمیشه برای کسی انجام داد، اونا رو نگاه کنیم متوجهشون میشیم. پس اون درس رو هم حتما ببینید اگه ندیدیدش، و جمله هایی رو که میسازید لطفا زیر ویدیو کامنت کنید ببینیم که به چه ترتیبه، و مثال های بیشتری رو زیر ویدیو داشته باشیم تا توی ویدیو. امیدوارم که از این درس لذت برده باشید و شما رو توی ویدیوی بعدی میبینم. تا اون موقع پیروز و شاد باشید. بدرود.